د لوی مهربانه څښتن تعالی په نامه د نن خبرونه قدرمنو دونکو زما همدر سلامونه او خې چاري ومني. درنو دونکو زموږ د نن ورځ بحث ډیر ځانګړی او ډیر خاص او ډیر مهم دی. موږ نن د داسې یو اتل او د داسې یو شخص په اړه باندې او دغه د مخبري په اړه باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې تاریخ وزېږاوه او د افغانستان لومړی جمهور رئیس وو او همداراز د افغانستان ټول قومونو او ټول سمتونو ته د منلو وړ یو شخص وو چې د ټول افغانانو به شکه چاتلو. هغه بل څوک نه بلکې سردار محمد داود خان وو، کوم چې په 1950 کال کې د کمونیستي انقلاب پر مهال باندې په ارګ کې د خپل کورنۍ د غړو سره په شهادت ورسید. تاریخ ورسته د قبر د مقبره او د جنازه نامعلومه و. کمونستانو د خپل کړنو لمخې هغه کسان چې په شهادت رسول هغه داسې ځایونو کې خخول چې چاته معلومات نه و. خو په 2009 کال کې یا په 1980 کال کې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ باندې یو کمیسون جوړ شو او تاریخ ورسته د سردار محمد داود خان جنازه چې هغه وموندل شوله او په خاص مراسمو سره د کابل په تاجبیک ماڼۍ کې خاورو ته وسپارل شوله. خو د تیرو څو ورځو راهیسې، بلکې د څو میاشتو راهیسې، داسې اوازه ده چې د ده مقبره چې موږ ټولو ته یو حماسه راکوي، یو امید راکوي، یو هیله راکوي، هغه له ستونزو سره مخ ده. د ده څنګ ته شاوخوا نور خلق هم خښ شوي دي، نور مړي هم خاورو ته سپارل شوي چې اصلا د شاهي کورنۍ یا د سردار محمد داود خان د کورنۍ سره تعلق نه لري او مقبره یې هم تر ډېره حده پورې هېره شوې ده. او لکه څرنګه چې په کار وه د دغه ملي اتل مقبره په ښه توګه نه ورغول شوې. خو تېره ورځ ولسمشر اشرف غني اعلان وکړ او یو کمیسون یې وټاکه او همداراز یې خپله د $20,000 مرسته وکړله تر څو پورې دا مقبره په ښه توګه باندې ورغول شي. زموږ د نن ورځې بحث هم په همدې اړه باندې دی چې هلته دا مقبره له کومو ستونزو سره مخ ده، د دولت دا اقدام څومره پر ځای او مهم دی، او په یوه کمیسون باندې او په $20,000 باندې لکه څنګه چې په کار ده زموږ په منطقه او په نړۍ کې د داسې غازیانو او اتلانو مخبري چې څنګه جوړې دي، آیا په دغو کمیسونونو او $20,000 باندې دا مخبره غسی جوړېدلی شي که څنګه، او نور څه مسایلو ته اړتیا ده چې موږ یې پخپله په دا بحث کې له درنو میلمنو سره شریکوو او هغوی به خپل نظر پرې وړاندې کوي. زما سره زما درانه میلمانه ښاغلی سردار محمد نادر نعیم، د سردار محمد داود خان د کورنۍ غړی او همداراز تاریخ لیکونکی او ورځپاڼه لیکونکی ډاکټر حلیم تنویر دي. دواړه ستړي مشي. سردار صاحب، که تاسو راته وایست چې د سردار محمد داود خان مقبره له کومو ستونزو سره مخ وه او تاسو د دغه مقبرې په اړه څومره اندېښمن وئ، څه تشویش هم درلود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و دوست عظیم و ملک سلام تنویر صاحب و همه بینندگان تلویزیون شما، به اجازه شما ما میخواهیم که کم مقدماتی صحبت کنم در تعقیب صحبت های شما در جریان این موضوع. چنانچه شما ذکر کردین، در سال 1387 جناب رئیس جمهور اسبق آقای کرزی یک کمیسیون را تعیین کردن که با او کمیسیون ما به حیث نماینده فامیل با سردار محمود جان غازی اشتراک داشتیم که واقعا یک پروسه بسیار دشوار بود و به فضل خداوند و به کمک مردم افغانستان ما توانستیم که جای بیافیم و اجساد 17 تن از فامیل ما که به 7 دسامبر شهید شده بودن اونا را یافتیم و چنان که شما پیشتر ذکر کردین اینا به یک مراسم رسمی تدفین شدن. این به حوت سال 87 بود. در اون زمان آقای رئیس جمهور کرزی پیشنهاد کردند که چون که این ساحه یک ساحه دولتی است و شخص رئیس جمهور سردار داود خان یک شخصیت ملی بود که حکومت
میخواه همی مسئولیت به عهده خود بگیره. متاسفانه زمان گذشت و تا جایی که رئیس کمیسیون که آقای کاکر بودن که معین وزارت صحت عامه بودن با وقت، اونا چند باره که به پیشنهاد کردن و یادآوری کردن به جناب رئیس صاحب جمهور، اونا گفتن که اگر با وزیر صاحب دفاع آقای رحیم با وقت صحبت شوه و یک تصمیم گرفته شوه که کار شوه. خب به هر صورت و هر دلیلی که بود این کار متاسفانه نشد. مگر ما سپاسگزار هستیم از آقای کرزایی که در قلمی فرمان داد و همی جدیت نشان داد که چیزی که برای ما بسیار مهم و مطرح بود برای فامیل ما و بالخصوص پدر مرحوم که آخرین تقاضای پیش از ای که از دنیا بره همی بود که خدا کنه که روز شوه که اجساد شهدای فامیل ما پیدا شوه و یک تدفین اسلامی صورت بگیره. میاییم سر حالت فعلیش. حالت فعلی ای ساحه بسیار مایوس کننده است، چون شما میفهمین که تقریبا بیشتر از 5 سال گذشته. ما هیچ ابتکاری را نه حکومت در دست گرفته، نه ماها کدام اجازه رسمی داشتیم که ابتکار کنیم. خب به هر صورت گپ جالب همی است که تقریبا یک هفته پیش یا 5 روز پیش ما یک مقاله بسیار جالبه به صفحات فیسبوک دیدم که البته آقای تنویر به توجه ملت افغانستان و فامیل ما رساندن و اونا ذکر کردن که نه تنها که امو ساحه خیلی فرسوده شده، ولی 13 تن دیگر قبرایی که هیچ کس از او آگاهی نداره با اونجا آمده و اونجا تدفین شده. برای من یک بسیار جالب بود. متاسفانه من شماره از اینا را نداشتم و هیچ باور نمیکردم که تیه کار شده باشه بدون از اینکه ما خبر داشته باشیم یا امرای ما مشوره شوه. ما شخص خودم با سردار مامو جان خب کابل هستیم و جزی فامیل هستیم و مردم میفهمن که ما وابسته به این فامیل هستیم. خب به هر صورت ما فردا ازو گفتم که من خیمه ایرم که متعقن باشم که می گپ درست است و چی اقدام میکنیم. برابر وقتی که ما با اونجا رسید خود آقای تنویر اونجا تشریف داشتن، جمع ژورنالیست های محترم شما و ما میخوایم از این فرصت استفاده کنم از شما تشکر کنم که اولین کسانی بودین که واقعا این موضوع را به گوش دولت و ملت افغانستان و همچنان از آقای تنویر که اینا هم به تلاش خود توانستن که مردم از این پروسه آگاه بسازن. دیگه به تعقیب از او چنانچه شما جناب سردار صاحب شما مجا رفتین جای مشاهده کردین، بعد از بسیار وقت او را مجا رفتین همی جای دیدین، اونجا چه تغییرات آمده بود؟ همی جنازه دیگه که در موجه دفن شده نزدیک مقبره سردار صاحب است یا دور است، وضعیت اوجا چی رقم است؟ خب مثل که برادر عزیز ما پیشتر ذکر کردن، ما هم به حیث فامیل با اونجا وقتاً فوقتاً میریم، بالخصوص با روزهای مشخص همیشه میریم، دعا میکنیم، گل میمانیم غیره. ما شاهد حالات هستیم که حالات آهسته آهسته خرابتر شده. خب طبیعی است، طبیعت است، باران است، برف است، هوا است. مگم ای که 13 قبر تازه را ما دیدیم که به عین جای است، به عین ساحه است، ای بسیار قابل تعجب بود برای ما. دیر مننه سردار صاحب. خغل تنویر، لکه سردار صاحب چویل تاسو مخاله ولی کلا فیسبوک تم ور کړل او رسنۍ په ځنګړ توګه کابل نیوز ملدی مسلې خبر کړو، کابل نیوز څلور ورځې وړاندې په دې باندې یو رپورټ درلو، تفصیلي رپورټ تاسو سره په خبرې کړې وي او هلته مخبرې ته هم ډېر وخت ورځې تاسو پخپله راته ویلی شئ چې دغه اوسنی اقدام د دولت د مخبرې د بیا رغونې او د ښې رغونې لپاره فکر کوي کفایت کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو له ستاسو نه محترم سردار صاحب ډېره مننه چې ما ته موقع را که او په دې بحث کې مونږ شریک یو او دا یو ملي مسله ده. په دې ملي مسله کې مونږ مسؤلیت هم لرو چې باید بی تفاوت پاتې نسو. د سردار محمد داود خان شهادت او د کورنۍ شهادت یو تاریخي
حادثه ده چې باید دا همیشه باید المنزن وسی او د مقبره باید جوړ سی. هغه څه چې سردار صاحب وویل دا یو فرمان و د پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی چې باید دا مقبره جوړ سی، مګر زه نه پوهیږم په اداره کې داسې یو بې‌نظمي موجوده وه چې وزارت دفاع دا پریکړه عملی و نکه او هیچ چاته هم اجازه ورنکه چې دا مقبره جوړ سي او تر اوسه پاتې ده. او اوس په یوه خرابه او یو داسې یو حالت دی چې باید ژر تر ژره دا باید ترمیم سي. دوم مسله دا ده چې ما تقریبا یو څو هفتې مخکې هلته چې لاړم دیارلس جنازې هلته ښخ شوې وو او ما له امنیت نه پوښتنه وکړه، دوی وویل چې تاسو باید امنیت ملي سره تماس ونیسئ. او ما پخپله په شخصي علاقه او توجه دوی سره تماس ونیو، دوی ځواب رانه کړ. ته به عدلي سره تماس ونیو، دوی هم هیڅ ځواب رانه کړ. پس له هغې نه چې ما دا خبر خپور کړ، ډاکټر صاحب فیض الله کاکر ما سره تلیفوني تماس ونیو او وویل چې زه پخپله په شک یم، خو ممکن دا دیارلس کسان هغه کسان وي چې د هر په شا او خوا کې شهید شوی ده او دوی هم په طب عدلي کې پاتې ده، مګر موږ نشو کولی چې هغه هویت تثبیت کو. ما یعنی دا هم د ثور د کودتا پر مهال دغه شهیدانو جنازې دي، تازه ده. یو احتمال ده، یا احتمال ما ته ویل چې څو کسان په هغه کې ممکن به وي، یو قدیر نورستانی د داخله وزیر او یو هم عبدالله د وزارت خارجه مسئول او صاحب جان چې د بلیو چې د ګارد مسئول وو او هم جنرال طاهر خان چې د امنیه قومندان وو ممکن په دې جنازو کې وي. خو هلته بیا دوه جنازې خزینه جنازه هم وو چې هلته معلومیږي، مګر دا ټول جنازې چې ده د سردار محمد داود خان هغه نه ده، فامیل نه ده، کورنۍ نه ده، او دا بیل اجازه نه زما په نظر دا کار اصلا جواز هم نه لري او دوی په خپل دا کار کړی ده. زما په نظر باید د سردار محمد داود خان او د کورنۍ د شهادت او قبر او مقبره باید په خاصه توګه جوړ سي او د یو مانومنت او یادګاری او تاریخي ځای په هیڅ باید جوړ سي. زما په نظر باید دا دیارلس جنازې له دې ځای نه وویستل سي او بل ځای کې په محترمانه ډول باید ښخ سي. بالکل. او تنویر صاحب، د حکومت دغه اقدام چې کمیسیون وټاکل شو په خپل ولسمشر شخصا د $60,000 د مرستې ژمنه کړې ده، دا څومره پر ځای ګڼئ او څومره یې د دې مسلې لپاره مهم ګڼئ او فکر کوئ چې دا به کفایت وکړي؟ زما په نظر کمیسیون جوړول خو ډیر ښه کار دی چې په هغه کې باید موږ بنیادی کار وکړو او په بنیادی وجه نه یوازې د سردار محمد داود خان او د کورنۍ د مقبرې په جوړولو، بلکې د محمد ظاهر شاه او محمد نادر شاه د جوړولو د مقبرې په تپې مرنجان کې، د غازی امان الله خان مقبرې په جلال آباد کې، د احمد شاه بابا مقبرې په قندار کې، د میرویس بابا مقبرې په قندار کې، دا ټول مهم شخصیتونه دي چې باید یو وار بیا رغونه وسی، بیا ترمیم سی. په دې کې مونږ باید احساساتي کارونه کو، باید بنسټیز کارونه باید وسی چې په هغه کې مونږ خپل یعنی تاریخي هویت وساتو او مونږ شخصیتونه باید پکې وي. او دومره دا چې په دې مسله کې یوازې اعانه مونږ ته ضرورت نشته، مونږ اعانه نه غواړو، مونږ کوشش وکړو باید دا دولت باید په بنیادی سطح باید بودیجه ولري او په دې کې باید دولت مسئولیت په غاړه واخلي او په اساسي توګه دا باید امارسي. ډیر مننه جناب سردار صاحب. شما میبینین که در 14 سال گذشته حالت افغانستان درست نیست و در اواخر خو بیخی وضعیت از نگاه امنیتی و اقتصادی و حالات سیاسی خوب نیست، سیاستمدارا و مسئولین دولت کارهای خود میکنن، کارهای دیگه بسیار مصروف هستند و در کشورهایی که به همچون مسائل بسیار میپردازن کشورهای آرام هستند که در افغانستان این مسئله است. شما به حیث عضو فامیل سردار صاحب یعنی فکر نمی کنین که یک مسئولیت به دوش شما و دیگر اعضای فامیل شما باشه که
اگر دولتی کار نمیکنه شما از کسی که در کشور هستن، مثلا تاجر هستن یا کسی دیگه پیسه دارن، به شکل شخصی اموت یک اقدام بکنین و مخبره سردار صاحب به شکل بسیار اساسیش و شکل بسیار خوبش امی مسئله را شما زیر دست بگیرین، شما زیر نظر بگیرین. فکر نمیکنین که اموت یک مسئله وجود داره و شما این مسئولیت را حس میکنین؟ نظریات خود با هموطنان عزیز شریک بسازم. گپ شما بسیار دقیق است. ما چندین بار فامیل ما جمع شدیم و خواستیم که این کار به دوش خود بگیریم. البته یک چیزش میخوایم بسیار روشن خدمت شما عرض کنم. ما به این باور هستیم که سردار شهید داوود خان بله متعلق به یک فامیل و یک قوم و یک سمت نیست. اونا واقعا یک رهبر ملی بودن. لحاظا و در پهلوی ازی بسیار کسا آمدن. اون شما اگر فیسبوک ما رو مطالعه کنین با منجا ببینیم که صدها نفر داوطلبانه خواهشمند بودن که اگر اونا بتانن که اونا هم سهم بگیرن به این پروسه. از اون خاطر علاقمندی بسیار زیاد است. معلوم دار قدم اول خود فامیل ما میخواه که بله پیش کنم. منتها چیزی که بسیار مهم بود که وقتی که ما رفتیم به دیدن دکتر صاحب اشرف غنی، ما میخواستیم که این موضوع روشن شود، چون حکومت اسبق این مسئولیت به دوش خود گرفته بود و همه به اصطلاح مالکیت این موضوع به دست حکومت بود و یعنی یک موضوع حکومتی بود. در جلسه که ما با جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غنی داشتیم، اونا باور کنین که ای که خود شخص رئیس جمهور برعلاوه از ای که امر میتن که ای کار صورت بگیرن، مگم از هزینه شخصی خود مبلغ 20,000 دلار را اینا برای پروسه تخصیص میکنن یا کمک میکنن. این واقعا جای خوشی و افتخار است و از اینا از طریق شما صمیمانه تشکر میکنیم. و در پهلوی ازی اینا هم یک هزینه از طرف حکومت در نظر دارن که امکان داره که روز چهارشنبه که میایه این اعلان شو از طرف خود کمیسیون. موضوع دیگه است که اونا و همچنان ما به می مفکور هستیم که یک صندوق جور شوه و به تعقیب تصمیمی که جناب رئیس صاحب جمهور گرفتن، فامیل ما هم تصمیم گرفتن که ما هم هزینه به این صندوق به قدم اول بپردازیم و بعد از او هر کس که علاقمند این پروسه باشه اونا هم کمک کنن. و یکی از مسائل دیگه که سرش بحث شده و ما میخواییم که همه ملت افغانستان هم به این هم نظر بتن هم سهم بگیرن، که در پهلوی از این که ای آرامگاه ترمیم شوه که با اونجا یک امارت جور شود مثل یک موزیم یا یک آرشیف واره که همه کارکردهای سردار صاحب شهید چی به طول دوره صدراعظمی و چی در طول ریاست جمهوریش با اونجا گذاشته شود به توجه مردم و بالخصوص به نسل جوان ما که امکان داره که نتانسته باشن که رسیدگی کنن از همه عملکردها و کارکردهای از اونها. و چیزی ببخشین گفت آخر، چیزی که بسیار مهم است که اگر ما یک اقدام میکنیم بیاین یک اقدام میکنیم که با ارزشها و عملکردهای شهید داوود خان مطابقت داشته باشه. او عبارت از چی است؟ اونا کسی بودن که بیت المال بسیار جدی میگرفتن و انسان بسیار ساده بودن، زندگی ساده می کردن و همه هوش و گوش از اونا طرف مملکت و آبادی مملکت بود. چیزی که شما ذکر کردین که افغانستان به این شرایط مشکلی که امروز قرار داره، فامیل ما با یک تعداد مردم قطعا طرفدار از این استیم که بسیار یک هزینه بزرگ و اینجا خصوصا از طرف حکومت از بیت المال مصرف شوه برای تعمیر ازی. اونا یک آدم ساده بودن و روند خود به زندگی خود و میخواییم که یک چیز آبرومند باشه و همقه که از خداوند شکر میکنیم که اینا تدفین شدن و اجسادشان پیدا شد. این بزرگترین افتخار است. جناب سردار صاحب، فکر نمیکنیم که بعضی از شخصیت های
کشور برای جوانا هم سفرین هستند. وقتی که اونا به مقبره شان میره شما گفتین که در آرامگاه شان بازموت یک موزیم جور شوه، یک کتابخانه داشته باشه، بعضی از کارکردهایی که جناب سردار صاحب در وقت صدر اعظمی کارهای بسیار اهم برای افغانستان انجام دادن و وقتی که رئیس جمهور شدن امو رقم. یعنی فکر نمی کنین که هم ملت هر کس که یعنی هر کس خوب برای سردار صاحب بسیار احترام خاص داره، لیکن یک چیزی جور شوه که واقعا ورموج یک کسی بره که بگه که ولی یک کسی بودی. درست است که شما میفرمایید که سردار صاحب ما که در تاریخ مخاندین یک آدم بسیار ساده بودن و به این مسائل بیت المال و چیزا زیاد حیف مال و این طرف مصرف چیزا نمی کردن، لیکن آلی ما تجار داریم، مردم بسیار پیسه‌دار در افغانستان داریم که اونا اگر یک کسی ابتکار در دست بگیره هم یک موزیم جور کنه، یک جای آرامگاه بسیار درست جور کنه، یعنی اونا کمک میکنه. شما خودتان گفتن که در فیسبوک برتان بعضی مردم هم پیشنهاد کردن، لیکن بامون تو یک تحریک فکر نمیکنن که ضرورت است که همی چیز به سطح یک چیز بسیار درست و بسیار اساسی و بسیار عمومی و ملی یک چیز بسیار کلان جور شوه، خوب جور شوه. واقعا میخواییم که خوب جوش شود، منتها چیزی که خدمت شما عرض کردم ما طرفدار از این نیستیم که از بیت المال مصرف زیاد شود. تجارای هم هستن که علاقمندی نشان دادن و خب من فکر میکنم که تا حدی که یک چیزی گفتم خدمت شما عرض کردم آبرومند باشه و پر از معلومات باشه، فقط یک جای نباشه که یک مقبره باشه، بلکه کسانی که اونجا میآیند بتانن یک سطح معلومات از اونجا را کنن به دست بیارن. تشکر جناب سردار صاحب. خاغلی تنویر، موږ په معاصر تاریخ کې چې کله د سردار محمد داود خان پاڼې لولو او د ده پاړه باندې کوم معلومات دغه اوله سره د صدر اعظم نه او د هغې نه مخکې چې دی په فرقه کې و قمندان و او نور کوم ماموریتونه چې ده کړي دي هغه ډېر د افتخار نه ډک و. بیا په ځانګړې توګه د ده صدر اعظم چې وه د پښتونستان مسله وه، د ډیورنډ مسله وه، چې د افغانستان دپاره ډېر لوی اهمیت او ارزښت لري. تر هغې وروسته چې دی لومړی ولسمشر شو و انتخابي راغی، د ده کارونه واقعا د ستایلو وه او که تر اوسه پورې دی ژوندی وه یا د ده حکومت همداسې دوام کړی وای نو موږ به په آسیا کې یو بهترین هیواد وای. هغه پلانونه چې ده درلودل د ده 15 کلنه دوره تر اوسه پورې یادیږي، هغه پلانونه 15 کلنه دورې پلانونه. خبره دا ده چې د دومره مهم شخص مخبره داسې ده په نوره نړۍ کې د ډېرو وړو خلکو مخبرې ډېرې ښې جوړې، دولت ورته ډېر فکر کوي، لیکن دلته یو حکومت خو هغه دی په سیاسي جنجالونو کې اخته دی، په دې ملت کې هم تر ډېره حده پورې هغه هم سرګردانه دی په دې مسایلو کې نه دی. څه شوي دي چې داسې ملي غازیانو داسې ملي خلکو او داسې لوی اتلانو هغه ځایونو ته چې هغه یو هیلهمندي د ځوانانو دپاره هغې ته زیاته توجه نه کیږي؟ در مورد شهید سردار محمد داود خان واقعیت های تاریخی به طور ملموسش موجود است. از گذشته، از زمانی که تحصیلات خود آغاز کرد و همزمان با محمد ظاهرشاه یک جه اینا به تحصیل پرداختند در فرانسه و زمانی که محمد نادرشاه به شهادت میرسه، از اون زمان شخصیت سردار محمد داود خان در صحنه سیاسی افغانستان شکل میگیره. چنانچه من یک تحقیق کردم، خانم سفیر انگلیس خاطرات دفن محمد نادرشاه را نوشته میکنه و میگه که در روز دو شاهزادی پلوی هم استاد بودن که یکی خوشتیب و آرام بود که او شاهزاده ظاهر بود و یکی بسیار منظم، دقیق و متأثر بود و او شاهزاده محمد داود بود. تحلیل از اویی بود که برای آینده افغانستان سردار محمد داود خان شخصیت برازنده است که میتونه این کشور خوب رهبری کنه. سردار محمد داود خان نه تنها نقش اساسی خود در دوره مطلقه و شکل اساسی و بنیادی گذاشت و افغانستان در سطح بین المللی من حیث یک کشوری که همونطور که برای آزادی خود کشور اول بود و تانست آزادی خود بگیر استقلال، در مسئله دیورند و مناقشات مرزی
افغانستان نقش اساسی خود داشت و سردار محمد داوود خان در روز قاطعیت موضوع بسیار بیان میکرد، هم در سازمان ملل و هم در سطح بین المللی و روابط خود با کشورهای دیگه. یک مطلب است. دوم، پادشاه مرهون خدمات سردار محمد داوود خان و سردار محمد نعیم خان برادرش بود که در بخش وزارت خارجه کار میکرد و یک جای اینا میتونستن استراتژی و پالیسی افغانستان به طور مدون در سطح بین المللی باید ارزه کنن. یک مطلب. بعد از اینکه شاهی مشروطه به وجود میاد و قانون اساسی نافذ میشه، در روز بعضی دسترای بازی شد تا سردار محمد داوود خان از صحنه سیاسی باید بیرون کشیده شود و در مواد قانون اساسی تذکر آوردن که از خاندان محمدزایی کس حق نداره که صدر اعظم باشه یا وزیر باشه یا حزب جور کنه و همین مسئله باعث از این شد که شخصیتی که خودش مبتعد به کارهای بسیار تحرک و پیشرفت و توسعه در افغانستان بود یک بار صد واقع شود. او هیچ وقت نمیتونست که در این مسئله بی‌تفاوت بمونه و تانست که حرکتهایی کنه تا بالاخره به جمهوری اولین رئیس جمهور انتخابی افغانستان است و در روز کس کشته نشده وقتی که شاهی به جمهوری تبدیل شد. تنها در روز یک تحول آمد و اون برنامه 5 ساله تا 25 ساله را سردار محمد داوود خان عملا هم مطرح کرد و هم عملی کرد و این باعث از این شد که هنوز ما بعضی برنامه را تطبیق میکنیم به اساس همو پلانه قبلی. تشکر سردار صاحب، بسیار کوتاه بفرمایید شما از مردم تقاضایتان و از دولت تقاضایتان چی است در مورد آرامگاه سردار محمد داوود خان؟ خب با جلسه که ما اشتراک کردم که دعوت شدیم از طرف جناب رئیس جمهور، ما بسیار یک جدیت و قاطعیت دیدم در امرشان و ما متعقن هستم، چون امروز هم بعد از سپری شدن یک روز ما دعوت شدیم به پارلمان و به اونجا اولین کاری که شد که مسائل امنیتیش امروز صحبت شد و به تعقیب از این روز چهارشنبه هم کمیسیون دایر میشه. ما فکر میکنیم این موضوع حکومت بسیار جدی گرفته. تشکر میکنیم از شما، از رسانه های دیگه، از آقای تنویر صاحب و ملت افغانستان که همین انگیزه را همیشه تعقیب کردن و زنده نگاه کردن و انشاءالله به تعقیبم ضرورت داره در آینده. حتما خوشبخت دارم من جزی کمیسیون هستم و همه مسائل همراه هموطنان شریک خواهم کرد. تشکر. ډیر مننه سردار محمد نادر نعیم او ښاغلی حلیم تنویر چې راغلی موږ سره په دې خبرونه کې بحث وکړ. قدرمنو لیدونکو، د ولسمشر د اقدام د ستاینې دی او د داسې ملي کسانو آرامګاوی او مخبري باید په اساسي شکل باندې جوړ شي او کوم اقدام چې شوی د ستاینې وړ دی او هیلمند یو چې پراتونکو کې په خطو غباندی د سردار محمد داوود خان مخبره او زموږ د نور غازیانو لکه امیر امان الله خان او لکه سرنګ تنویر صاحب یادونه احمد شاه بابا میرویس نیکه همدارس په جلال آباد کې د باچا خان مزارونه په خطو غباندی موږ ورغو تر څو د ځوانانو ته یو د فکری آرامتیا ور په برخه کې او الت ځوانان هغه ځوانان چې فکر لري د دې ټولنې د پاره د راتلونکي د پاره یو ښه فکر الته په ذهن کې ورشي او په دغه اتلانو باندې افتخار وکړي. بیا هم ډیره مننه کور مودان ساسونه مننه. خدای پامان.